به برنامه زیبای درون خوش آمدید. این برنامه چهارشنبه شبها از ساعت 7:30 و یک شنبه شبها از ساعت 11 به وقت لس آنجلس می باشد. برنامه متنوع متفاوت راجع به هیپنوتیزم و استفاده از نیروهای ماورا طبیعه برای زندگی بهتر. با امید دیدار. با سلامی گرم خدمت بینندگان عزیز و گرامی، امیدوارم که حال همگی شما عزیزان خوب باشه و در کمال صحت و سلامت به سر ببرید. انشالله که دلتون شاد، قلبتون پر از محبت و لباتون خندون باشه در هر کجای دنیا که هستین. به برنامه زیبای درون خوش آمدین. در ابتدا خواستم تشکری کنم مثل همیشه برای مسیج‌های زیباتون. هفته پیش که خدمتون نبودم، ولی دو هفته گذشته خیلی تلفن داشتیم و خیلی خوشحالم که صدای قشنگتون رو بفهمم. اما میخواستم ازتون خواهش کنم که اگه لطف میکنین به من، و من قبلاً شما رو کمک کردم، حالا یا به خاطر چیزهای مختلف مثل سیگار یا کاهش وزن یا هر چیزی، خیلی خوشحال میشم که تلفن میکنین، خیلی خوشحال میشم که تکس میکنین یا ایمیل میزنین. ولی چون من میخوام این برنامه خیلی سازنده باشه و خیلی به معلوماتتون تا اونجایی که بتونیم اضافه کنیم، برای همین خیلی خوشحال میشم که به خودم شخصی زنگ بزنین و خیلی دوست دارم که بشنوم صداتون رو. اما وقتی که شما لطف میکنین و محبت میکنین و منو واقعا خجالت میدین، وقتی که تلفن میزنین اینجا وقت کسان دیگر رو میگیره. و ازتون خواستم که یک کوچیک اگه بتونین این حرف حقیر منو گوش کنین، و فقط اگرم دوست دارین که اگر مثلا سوالی دارین یا اینکه میخواین راجع به چیزی صحبت بکنم یا یه تاپیک جدیدی صحبت کنم، لطف کنین ایمیل بزنین یا تکس بزنین به تلفن 310-248-0220 و من با خوشحالی تموم به شما عزیزان جواب میدم و تیتراتونو در هفته های آینده به نوبت یکی یکی بهشون میرسیم و برنامه خواهیم داشت. خب حالا ما میخواییم امروز راجع به افرادی که خیلی حساس هستن، خیلی سنسیتیو هستن، صحبت کنیم که 15-20% جمعیت رو شامل میشن. آدم هایی که خیلی سنسیتیو هستن، خیلی حساسن، زود رنجن، زود بهشون بر میخوره، خیلی آدم های صادقی هستن این گونه اشخاص، خیلی امینن، خیلی راستگوان، دورو دورنگ نیستن، خیلی میتونین بهشون اعتماد کنین. ببینیم چه شخصیت هایی دارن، چه خصایص مثبتی دارن، چه خصایص منفی دارن و چجوری باید با اونها برخورد کنیم. یک کندوکاوی داشته باشیم برای آدم های حساس. توی جامعه ایرانی ما معمولا وقتی که میگن این شخص حساسه یا اینکه پوست روانیش کلفت نیست، به صورت منفی نگاه میکنن. ولی امشب من دوست دارم از آدم هایی که حساسن چیزهای مثبتشون رو براتون خیلی توضیح بدم، که ببینیم اگه دنیای ما پر از آدم های حساس می شد چقدر دنیا قشنگتر و قشنگتر می شد. حالا یکی یکی به اینا می رسیم. اولا که خیلی اینها حس همکاریشون خیلی بالاه، خیلی همدلی می کنن، خیلی مهربونن، خیلی مسئولن، خیلی دوست دارن کمکتون کنن. اصلا نه نمیتونن بگن. یعنی اگه شما ازشون خواهشی بکنین یا اگه درخواستی بکنین یا چیز کمک بگیر بخواین ازشون، به راحتی جواب بله بهتون میدن، چون اصلا نمیتونن بگن نه. خیلی زود این اشخاص خسته میشن، خیلی زود اوورمل میشن.
دوست ندارن کسی اونها رو اینترابت یا قطع کنه. مثلا اگه یک کاری رو داشته باشن انجام بدن و شما برین و مثلا یه سوالی ازشون بکنین، اینها مثل اینکه فکرشون قطع میشه و اصلا نمیتونین اینها رو اینترابت یا قطع بکنین. پس یه چیزی که باید در مورد اینها بدونیم اینه که نو اینترابشن. خب دیگه چیه؟ دیگه چه کارهایی میتونیم بکنیم که با اینها یه حالتهای بهتری داشته باشیم، دوستانه باشون رفتار کنیم؟ اینها چون خیلی با ملاحظه هستن، با ملاحظه باهاتون گفتگو میکنن، همینا هم از شما انتظار دارن. یعنی که باید حواستون به حرف زدناتون باشه که اینها زود به تیجیر قباشون به قول معروف میتونه بر بخوره. چرا بر میخوره؟ برای اینکه اینها مثل اشخاص معمولی نیستن. اینها خیلی خیلی صادقن، همونطور که گفتن خیلی خیلی مهربونن، خیلی مثلا فریب و نیرنگ و حیله توشون نیست. و یه موقعی که یه حرفی باشون میزنین که دوست ندارن، یه هم میبینین مثلا چشماشون پر از اشک میشه، یا اینکه پوز جمع میکنن، یا بغضشون رو میخورن، یا اینکه خیلی ناراحت میشن. برای اینکه این اشخاص حسای لامسه، ادراکی، بویایی، شنوایی، گفتاری همشون دقیق تره. یعنی اینها مثل اینه که یه میکروسکوپ گذاشتن جلوی چشمشون و همه چیزو دقیق تر میبینن. مثل اینکه همه چیزو های دفینیشن میبینن، 3D میبینن. ولی آدمهای دیگه مثل تلویزیون معمولیه، قشنگ راحت معمولی نگاه میکنن، ولی اونها خیلی نکته بین هستن، خیلی پرفکشنیست هستن، خیلی از اشتباه های خودشون ناراحت میشن، خیلی همونطوری که گفتم مرددن، توی تصمیم گیری خیلی مرددن. اگه توی یک رابطه عاشقی، عشقی، عاطفی باشن، وقتی به اون عشقشون نرسن دیگه دنیا براشون تموم میشه و خیلی خیلی طول میکشه تا اینها دوباره به زندگی عادیشون برگردن. خواب این اشخاص خیلی مثلا جور دیگه است. یه آدمایی هستن که تا سرشون رو روی بالش میذارن به خواب عمیق فرو میرن، ولی اینها، این آدمهای حساس، وقتی میخوان بخوابن انقدر که این مغزشون همیشه داره تجزیه و تحلیل میکنه و مثل کامپیوتر داره کار میکنه، هی از این سو به اون سو، از این طرف به اون طرف توی رخت خواب حرکت میکنن تا خوابشون ببره. معمولا حق این اشخاص متاسفانه پایمال میشه. یه نکته ای که باید در نظر داشته باشن کسای دیگه، یه خورده فکر کارما هم داشته باشین. یعنی یه خورده کارما هم مهمه که در نظر بگیرین. درسته که اینها نمیتونن از خودشون خیلی طرفداری بکنن یا حقشون رو بگیرن، ولی کسان دیگه باید فکر بکنن که کارما یه جوری، یک زمانی، یک موقعی اینها رو میگیره. به این اشخاص میگن ایمپت. ایمپت یعنی چی؟ ایمپت یعنی کسی که احساسات دیگران رو به راحتی میتونه درک کنه. بهترین شغل برای این اشخاص مثلا بهترین سایکولوژیست ها میتونن باشن، برای اینکه درد دیگران میشه درد خودشون. وقتی درد دیگران میشه درد خودشون، خب بهتر میتونن به انسانهای دیگه کمک کنن. بهتون قبلا گفتم که اینها حساشون، حسای لامس، بویایی، ادراکی، اینها خیلی قوی و دقیق و نکته سنج هستن. مثلا اگر یه بادکنک در حضور اینها بترکه، خیلی شوک میشن و میترسن و ممکنه بپرن. یا اینکه مثلا خیلی به تاچ خیلی حساس هستن،
به نور خیلی حساس هستن، مثلا به فابریک، به یک پاشه‌ای که مثلا زبر باشه، خشن باشه، مثلا آنقوره یا یه چیزی باشه، اینا ممکنه که بهش سنسیتیو یا حساس باشن. خیلی خجالتیان، شرم و حیا دارن، خیلی آدم های دوست داشتنی هستن، خیلی اینسنت و معصومن. نور زیاد، صداهای زیاد میتونه اینها رو اذیت کنه. همینطور انرژی، مثلا گاهی اوقات به کنسرت میریم، به عروسی میریم، به جاهای مثلا که آدم های زیادی در اون جا هستن، جمعیت انبوهی هست اونجا، اینها به این نوع اماکن خیلی حساس هستن، زود خسته میشن، زود اوورول میشن. توصیه من به این اشخاص اینه که مثلا وقتی که دارن یه کاری رو انجام میدن، مثال میزنیم دارن تکساشون رو انجام میدن یا دارن بیلهاشون رو مینویسن یا هر چیزی، اینا به صورت این، به علت این که خیلی زود اوورول میشن، باید یه آنتراک بگیرن، یه زنگ تفریح بگیرن، از اون محیط دور بشن، به یه اتاق دیگه برن، یه کار دیگه بکنن، مثلا یه لیوان آب بخورن، حتی یه کار دیگه بکنن، بعد برگردن دوباره بیان بشینن سر همون کاری که داشتن میکردن، چون اینها خیلی زودتر از آدمهای دیگه خسته میشن، اوورول میشن. خب، تصمیم گرفتن برای این گونه اشخاص خیلی مشکله، برای که نمیخوان اشتباه کنن، خودشونو همیشه قضاوت میکنن، اگه یه کار کوچیک یا یه چیز بدی انجام بدن همیشه خودشونو میخورن که چرا این کارو کردم، چرا اون کارو کردم. HSP یا کسانی که خیلی حساس هستن معمولاً با این ویژگی به دنیا میان و بارها و بارها میشنویم که میگن ای بابا چرا انقدر حساسی، چرا انقدر زود اشکت دم مشکته، چرا انقدر زود اشکت در میاد، چرا انقدر زود ناراحت میشی. ببینین عزیزان، این گفتن این گونه جملات به این اشخاص مثل اینه که مثلا این آدم ها با چشمان قهوه‌ای به دنیا بیان، بعد شما بهشون بگین که چرا چشمات آبی نیست، چشماتو آبی کن. اینها حساس هستن، با این ویژگی به دنیا میان و هیچ وقت هم تغییر نمی کنن. البته ممکنه یه ذره پوست روانیشون رو بتونیم کلفتر کنیم و یه مقدار بهشون یاد بدیم که بگن نه، و یه مقدار بهشون یاد بدیم که خودشون رو دوست داشته باشن و حق حقوق خودشون رو بگیرن و از این کارا، ولی بنیه اینها حساسیته، حساس هستن، حساس به دنیا اومدن و حساس خواهند بود. پس این اطرافیان باید حواسشون به این عزیزانی که تو خونه با اینا زندگی میکنن باشن. خب، خیلی ها فکر میکنن که فقط خانوم ها حساسن، در صورتی که 50% از افرادی که HSP هستن یا آدم های حساس آقایون هستن، که آقایونم حساسن، خیلی بیقل و قشن، خیلی آسیب پذیرن. حسشون قوی تر از آدم های معمولیه، حس مسئولیتشون بیشتره، تو شادیا بیشتر شادن، تو ناراحتیا بیشتر غمگینن. یعنی شما اگه مثلا یه مهمونی برین یا یه خدایی نکرده یه جایی که مثلا برین که مثلا شخصی فوت کرده، قشنگ میتونین اینها رو
از کسان دیگه تمیز بدین، تشخیص بدین، چون خیلی خیلی ناراحت میشن، خیلی گریه میکنن در زمان متاسفانه مرگ و میر و اینها، و در زمان شادی و عروسی و تولد خیلی خوشحالن، خیلی میرقصن، خیلی میگن، خیلی بیشتر شادن. وقتی بهتون گفتم اینها خیلی زود اوورول میشن و باید یه مقدار مثلا به خودشون برسن، باید مثلا همیشه نفس کشیدن و از یادشون نره. تنهایی برای اینها خیلی مهمه. در تنهایی که اینها دوباره خودشونو پیدا میکنن، خودشونو از اون حالت خستگی میتونن بیارن بیرون. پس اینها باید یه زمانی رو برای خودشون که تنها باشن رو در نظر بگیرن هر روز. یک کتاب هست به نام آدم بسیار حساس که خانم آلن آرن نوشته که من به همه توصیه میکنم. این کتاب به 17 زبان مختلف ترجمه شده و یکی از بهترین کتاب‌هایی که شما عزیزان میتونین از اون کمک بگیرین اگر شخصیت حساس رو دارین. پس کتاب آدم بسیار حساس، نویسندش خانم آلن آرن. حالا ببینیم از این زودیاک ساین، از این 12 ماه چه کسانی هستن که بیشتر حساسن. یکی کپریکورن هست که متولدین ماه دی ماه هستن، که اگه بخوایم بین این 12 زودیاک ساین آدم های حساس رو بگیم کی از همه حساس تره، با اینکه نشون نمیدن ولی کپریکورن ها هستن، یعنی متولدین ماه دی از همه زودیاک ساین ها حساس ترن. ورگو ها یا متولدین ماه شهریور کسان دیگری هستن که خیلی خیلی حساسن. متولدین کسانی هستن که متولدین وادر ساین هستن، وادر ساین رو دارن، مثل اسکورپیو یا آبان، پایسیز یا اسفند و کانسر که ماه تیر هست. اینها معمولا حساس تر از کسان دیگه هستن. البته ماهای دیگه ای هم هست که من به نام نیوردم اینجا، یعنی تو لیستم نیست، ولی میتونن حساس باشن. یعنی چی؟ چطور مگه؟ وقتی که مون ساین یا ریاکشن سیستمشون یکی از این ساین ها باشه که گفتم، کپریکورن، ورگو، کانسر، سکورپیو و پایسیس. خب هیپنوتراپی یکی از بهترین کارهایی که اینها میتونن برای خودشون انجام بدن، این آدمای حساس، برای اینکه خیلی آسیب پذیرن. وقتی که هیپنوسیز میشن به راحتی هیپنوسیز میشن و به راحتی ما میتونیم ساب کانشس مایند یا ضمیر ناگاه اینها رو به راحتی به خوبی عوض کنیم. اشخاصی که پیش این افراد حساس زندگی میکنن بهتره که از اینها اینقدر ایراد نگیرن، ملاحظهشون رو بکنین، خواهش میکنم، برای اینکه اینها افراد خیلی خیلی تیزبینی هستن، خیلی خیلی مهربونن، خیلی صادقن، خیلی چیزهای خوب دارن، خیلی خصایص مثبت دارن. و بذارین یه مقدار از آدمهایی که معروفن و آدم های حساسی به شمار میان صحبت کنیم، مثل مادر ترسا، مثل گاندی، که ببینین این حساسیت این دو شخص با این حساسیتشون تونستن چقدر به آدم های دیگه کمک کنن. جان لنن، موزارت و میکلانج دیگر اشخاصی هستن که خیلی حساس بودن، خیلی سنسیتیو بودن. همینطور که گفتم اینها روح خیلی لطیفی دارن، خیلی زود رنجن و اینطوری به دنیا میان و باید خیلی مواظبشون باشیم،
خیلی مواظب این اشخاص باشیم که اونها رو آزرده خاطر نکنیم. چیزهایی که برای افراد دیگه مهم نیست، برای این اشخاص مهمه. زندگی رو یا سفید میبینن یا سیاه، رنگی نمیبینن. یا آدم ها رو دوست دارن یا از اونها بدشون میاد، حد وسط ندارن. دیگه از خصایص منفی این اشخاصی که حساس هستن، اگه بخوایم نام ببریم، اینه که مودی هستن، یعنی بالا و پایین میرن. یه مقدار به علت اینکه زود، همونطور که گفتم، اوورولم میشن، اینها بالا و پایین میرن و مودی هستن. الان میتونیم تلفن ها رو باز کنیم. شما اگر سوالی دارین عزیزان، میتونیم با شماره تلفن 818-70-80-222 تماس بگیریم. و اگه در زمینه همین مسئله حساس بودن باشه، خیلی خیلی بهتره، ولی سوالات دیگه هم جواب خواهم داد عزیزان. خب، یه چیزی که باید راجع به این اشخاص حساس بهتون بگم اینه که اینها میتونن، اگر شما اونها رو آزرده خاطر کردین، اگه دلشون رو به درد آوردین، اگر حق اینا رو خوردین، اینها میتونن شما رو ببخشن. یعنی این قوه توی وجودشون هست که شما رو ببخشن، ولی هیچ وقت فراموش نمی کنن اون کارهایی که بهشون کردین. پس مواظب باشین. اگه از من بپرسین که تو ترجیح چیه؟ آدم های حساس بهترن یا آدم های معمولی؟ من به شما میگم آدم های حساس. چرا؟ برای اینکه شما فکر کنین اگر کسی حساس باشه، آیا میتونه به یه حیوانی یا به یه آدم آزار برسونه؟ این همه کشت و کشتار، این همه جنگ و نبرد و اذیت و، با اجازه ببخشیم به یک تلفن جواب میدی. سلام عزیزم، روی خط هستین، بفرمایید. الو. سلام خانم دکتر نازنین، حالتون خوبه؟ مرسی عزیزم، بفرمایید سوالتون. خانم دکتر، سوال من اینه که تمام مشخصات منو گفتید و من خیلی خیلی لطمه خوردم تو این چندین سال، 72 سالمه. زنده باشین. 120. نمیدونم مشکل عوض بشم، ولی شما فکر میکنید هیپنوتیزم منو کمک میکنه؟ خیلی. به آدم هایی که خیلی حساسن، هیپنوتیزم، چون خیلی آسیب پذیر هستن، همونطوری که درد و زود میگیرن، غم و زود میگیرن، زود اشکشون در میاد، همونطور هیپنوتیزم خیلی میتونه بره توی وجود اینها و اینها رو عوض بکنه. البته رأس و بنیتون همون اونی که هست، ولی ما میتونیم شما رو یه ذره پوستتون رو کلفت‌تر کنیم که انقدر ناراحتی ها رو به خودتون نذارین بمونه که وجودتون رو آزار بده. باور کنید خانم دکتر، یعنی این صحبتهایی که گفتید، تشییع جنازه رفتم، با خودم گفتم دیگه اینجا ایران نیست که با صدای بلند گریه کنی یا اینا یا اینا، ولی اونجا نتونستم خودم رو کنترل کنم. میدونم عزیزم، آتاف کنترل میشم و یا عروسی انقدر با عروس میرفتم و جیغ میزنم و داد میزنم و کف میزنم. درست. اصلا نمیدونم، احتیاج به کمک دارم. اوکی عزیزم، شما لطف کنید، چون تلفن های دیگه هم داریم، شما به من زنگ بزنید، من باهاتون بیشتر صحبت میکنم راجع به این موضوع. به آفیستون زنگ بزنید. مرسی عزیزم، خوشحال شدم. خدا نگه دارت. بابای. سلام عزیزم، روی خط هستین، بفرمایید. الو خانم دکتر مامانی؟ بله بفرمایید عزیزم. سلام. میخواستم از خدمتتون سوال کنم که اینطور اشخاص رو
بیشتر مردم ازشون سوء استفاده میکنن. متاسفانه همینطور هست. بله. و مثلا فرض کنین کارهایی که خب برشون خیلی مشکله ازشون میخوان و اونا نمیتونن نبگن. بله. و خیلی باعث ضرر و زیانشون میشه. درسته. بله. و ما یاد میدیم بهتون با هیپنوتیزم که چطوری بتونی نبگین. اون وجود قشنگتون، بله وجود قشنگتون قشنگ میمونه. همیشه حساسیت خودتون رو دارین که خیلی ویژگی قشنگیه. فقط ما بهتون میتونیم یاد بدیم که چطور نبگین. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. مرسی عزیزم. قربتون برم. مرسی. خدا نگهدار. خدا بشم. خب. مرسی عزیز. همونطوری که گفتم، آیا شما فکر میکنین که زندگی قشنگتر نبود اگر آدمهای حساس بیشتر توی زندگی ما وجود داشتن؟ این همه کشت و کشتارها، این همه خونریزی ها، این همه جنگ ها، این همه آزارهای جنسی، این همه آزار به حیوانات. به نظر من که اگر آدم های حساس این دنیا بیشتر بودن، زندگی منورتر و قشنگتر بود. به امید اون روزی که آدم ها، افراد، انسان ها با هم مهربون تر باشن و به خاطر تجملات، پول و خونه و پراپرتی اینقدر همدیگر رو آزرده نکنن. با تشکر از اینکه به این برنامه توجه داشتین، شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. تا هفته آینده خدا نگهدار. آیا میخواین تغییری تو زندگیتون به وجود بیارین؟ آیا به بن‌بست رسیدین؟ امیدتون رو از دست دادین؟ اخلا با خودتون قهر نکنین. با طریقه هیپنوتیزم، با استفاده از متافیزیکس، من میتونم زندگی شما رو عوض کنم. امتحان کردنش با خودتونه. تغییر زندگیتون با من. حدوداً 8 جلسه. در 2 مطب تارزانا و لس آنجلس. میزبان شما عزیزان خواهم بود. مشاوره تلفنی در اقصا نقاط دنیا با تعیین وقت قبلی. شاید کلید قفل زنگ خورده دلتون با دستای من باز بشه. کنترل وزن، ترک اعتیاد، اعتماد به نفس، مشکلات کودکان و نوجوانان، مشکلات بین زوجین، افسردگی، دلهوره و نگرانی، انتخاب یک شغل خوب و خیلی خیلی چیزهای دیگه. با امید دیدار.